کجا میبری هارم هوپ؟ به قصر آخناتون به دستور فرمان روا. آماده هستن جناب هارم. حرکت میکنیم. میتوانم سوال بکنم؟ پاسخ میدم جناب آنت ما. میتوانید بپرسید. فکر میکنی آمنوته یا به قول شما آخناتون برای چه ما را احضار کرده؟ برای محاکمه. او تصمیم دارد شما را در حضور تعدادی از مردم شهر محاکمه کند. در بین مردم شایع شده که آمون سخن میگفته و خدای زنده بوده نه تندیس. آخناتون میخواهد بداند که آمون چگونه سخن میگفته. من پاسخ آخناتون را خواهم داد، اما شما که از دوستان ما بودید و با حمایت ما به فرماندهی لشکر مصر رسیدید، چرا تنهای من گذاشتید؟ ما از شما انتظار یاری داشتیم. من هنوز هم آمون را میپرستم و برای شما هم احترام قائلم، اما پیش از آمون باید آخناتون را اطاعت کنم، چرا که او فرزند خداست. یعنی همه فرمان روایان مصر مقام نیمه خدایی دارند. او فرمان روای من و همه مردم مصر است. خیلی دلم میخواهد برایتان کاری انجام دهم، اما نمیتوانم. آیا میدانی چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ گمان میکنم یوزارسیف. یوزارسیف هنوزم دست بردار نیست؟ نمیخواهد ما را به حال خود رها کند؟ خداوند یکتا را به خاطر همه نعمتهایش ستایش می‌کنم. اگر به لطف اراده خداوند یکتا نبود، ما به فکر پیشگیری و چاره‌جویی برای مهار قحطی نمی‌افتادیم و معلوم نبود به چه سرنوشتی گرفتار می‌آمدیم. نیل را بنگرید که چگونه خشکیده، دشت ها و مزارع را بنگرید که چگونه تفتیده. سرنوشت ما هم جز این نبود. اکنون بسیاری از بلاد دیگر نیازمند یاری شما هستند. اگر عنایات خداوند نبود، اکنون شما نیز چون دیگر بلاد نیازمند و درمانده بودید. پس این نعمات و عنایات را پاس بدارید و شکر بگویید. حال که دیوهای سرد و سنگی و نشانه های زلالت و گمراهی را نمی پرستید، به جاست که ستایش و پرستش خداوند یکتا را به جای آن بنشانید. از امروز فرمان داده این در معبد آمون خدای یکتا ستایش شود. خداوند قلوب همه ما را بیش از پیش به نور هدایت منور کند. یوزارسیف همیشه رو دامون را استاد خود بود. حرکت کن. رودامی؟ علی جان. رودامون هست.
تاکنون کجا بودی؟ در جنگ چندین ساله با همسایگان شمالی بودم، همراه جناب هرمها. از این پس همیشه در کنار من باش. کجا هستیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا منزل جناب یوسف است. من شما رو به اینجا آوردم بانو. شما آسنات هستین؟ همسر یوسف نبی؟ من گمان می‌کردم جناب یوسف را بسیار دوست می‌دارم، اما آنگونه که از ندیمه‌های شما شنیدم، عشق و محبت را باید از شما آموخت. نزدیک 30 سال عشق و آه و اشتیاق، 30 سال فراق و ملامت و دوری. به خداوند قسم، این گونه عاشقی را باید ستود و این بردباری را باید تقدیس نمود. عشق من به آن پاکی که شما گفتید نبود. یوسف برتر از آن است که گناهکار آلوده‌ای چون مرا لایق عشق او باشد. من عشقم را با هوس و تمناهای نفسانی آلوده کردم و مجازات آن را هم به دوش کشیدم. شما گمان می کنید همه چیز را می دانید. 30 سال بار ملامت، 30 سال نیش و کنایه شنیدن، تحقیر شدن، 30 سال ناله کردن و اشک ریختن، 30 سال کو به کو دویدن، 30 سال دویدن و به مقصود نرسیدن. مجازاتی بود که تحمل کردم و دم بر نیاوردم. آگاهی من محدود به لحظات کوتاهی است که در کنار شما هستم و از زبان ندیمه هایتان درباره شما شنیدم. اگر از شما هیچ ندانم و از آنچه بر شما گذشته بی خبر باشم، بر من ایرادی نیست. باید دید چرا یوسف از شما بی خبر بوده. او باید پاسخ این بی خبری را بدهد. نه، شما را به خدا این گونه از یوسف سخن نگویید. کمی تحمل کنید، من باز می‌گردم. جناب یوزارسیف کجا رفتن؟ اکنون در تالار بزرگ نزد فرمانروا آخناتون هستند. بابم بیا. آسنا صبر کنید. آسنا، آخر یوسف از کجا بداند بر من چه گذشته؟ یار و غمخوار همه مردم است. کوهی از مشکلات و غم و اندوه او را احاطه کرده. متعلق به زلیخا نیست که به او بیندیشد. شنیدم هر زمان که تو در معبد بودی، آمون با مردم سخن می گفت. هر زمان که نبودی، سکوت می کرد. تو خود باور می کنی آمونی که آنگونه حقیرانه توسط کاهنان پنهان شده بود، بتواند سخن بگوید؟ با دلایل واهی، مردم عادی را می توان فریفت، اما جناب یوزارسیف را نمی توان. حقیقت هم این بود
از پنجره نزدیک آمون با مختصر تغییری در صدا با مردم سخن می گفتم. انعکاس صدا در معبد این امر را بر بعضی مشتبه می کرد که آمون سخن می گوید. تو انسان زیرکی هستی آنخ ماهو، چرا از این درک و درایت در جهت کمک به مردم بهره نمی گرفتی؟ تکرار یک مطلب کذب گاه موجب می شود که خود گویندم آن مطلب را باور کند. تکرار موجب شده بود با براستی آمون را خدا تصور کنید. چرب شیرین دنیا و حماقت و نادانی مردم هم خیلی وسوسه بگیرد. مردم این گونه می خواستن، ما هم به نفع خود بهره می گرفتیم. فکر نمی کنید که حماقت مردم هم از آن دروغ هاییست که به خاطر تکرار باورتان شده؟ مردم احمق نیستن، چون حقیقت را از آنان پنهان کرده اید کذب شما را حقیقت پنداشتن. شما حق و باطل را در کنار یکدیگر به آنان عرضه کنید تا ببینید کدام را انتخاب می کنند. بانو آسنات همسر عزیز مصر اجازه ورود می خواهند. بگویید وارد شوند. بانو آسنات نیاز به اجازه ندارند. امیدوارم نبی خدا مرا عفو کند، چون میخواهم از ایشان به محضر فرمانروا آخناتون شکایت کنم. آسنا، امروز محاکمه کاهنان است. محاکمه مرا بگذار برای وقتی دیگر. من تعجیل دارم، نمیتوانم صبر کنم. محاکمه کاهنان بماند برای بعد. آسنا سخن بگوید. میخواهم بدانم عزیز مصر جناب یوزارسیف که تمام عمر خود را صرف آسایش جسم و روح مردم مصر کرده، چرا باید از حال و روز آواره این نابینا و پیر و دل سوخته بیخبر باشن؟ چه شد؟ بانو چه شد؟ شما را چشتن؟ پیر زنی را که تو میگویی از کجا باید میشناختن؟ او حتی در رویا ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و تو شاهد بودی. من از کجا او را پیدا میکردم؟ شما او را می شناختید و به او بی توجه بودید، همان کسی که شما را با محبت سالها پرورید و آنگاه که شعله عشق در وجودش شعله ور شد و همه هستیش را به آتش کشید به حال خودش رهایش کردید. او همان زلیخاست. زلیخا؟ ممکن نیست. زلیخا اشرافزاده زیبا و متمول بود، چگونه ممکن است او زلیخا باشد؟ عشق شما او را به این روز انداخته. 30 سال به انتظار شما بوده، 30 سال آواره کوی به کوی به دنبال شما گشته، تمام هستی جوانی و زیباییش را فدای شما کرده و آنگاه شما از او غافل بوده اید. این نیست که تو میگویی آسنات، همه یه حقیقتی نیست. جناب فرمان روا
12 سال پیش خود مرا از زندانی که پوتیفار و زلیخا برایم تدارک دیده بودند آزاد کردند. ما شاهد بودیم که چگونه زنان اشراف مصر و زلیخا به یوزارسیف تهمت بستند و او را 12 سال به کنج زندان انداختند، به جرمی که او هرگز مرتکب نشده بود. همه به خیانت خود اعتراف کردند و به بیگناهی یوزارسیف شهادت دادند. اما من که از زندان آزاد شدم با آنان چه کردم؟ هیچ. همین که زلیخا و شوهرش را مجازات نکردم باید خداوند را شاکر باشم. از طرفی من از کجا باید میدانستم که دومین زن مصر با آن همه شوکت و مکنت به چنین روزی افتاده؟ او از اوج به زیر افتاده و اکنون نیاز به دلجویی داره. تو خود میدانی که من از هر کس به این دلجویی مشتاق دارم. سالهاست پیر زن نیازمند رویاهای مرا رنج میدهد و آرزوی برآوردن حاجات او را دارم. اگر اجازه دهید من برای دیدن زلیخا مرخص شدم. نخیر، ما همه مشتاقیم که این پاک باخته دلسوخته را ببینیم. اگر اجازه دهید من او را به اینجا بیاورم. او را به اینجا بیاورید. خداوند می‌فرماید زلیخا زجرهای بسیاری کشیده و خطاهای خود را جبران کرده. او اینک زنی با ایمان و یکتا پرست می‌باشد. از او دلجویی کن. او را به همسری برگزین و بدان دعاهای تو در حق او مستجاب می‌شود. از تو دعا کردن خواستن و از خداوند پذیرفتن اجابت کرده. پیامی تازه بود یا نبی خدا؟ فرمان عجیبی بود. هم شد که از زلیخا دلجویی کرده او را به همسری انتخاب کنم. ازدواج با این پیرزن عاجز و درمانده؟ او که فرتوت و نزار است. فرمان خداوند یکتاست که با این پیر دلسوخته ازدواج کنه. مرا با وجود همسری به زیبایی تو چه نیاز به همسر؟ او هر چه باشد برای من تفاوت نمی کند. من از لطف پیامبر خدا سپاسگزارم. اگر زلیخا زیبا و بی همتا هم بود من هم فرمان پروردگار را اطاعت میکردم. بانو زلیخا و همراهان اجازه ورود میخواهند.
کردم به حضور نبی خدا مشرف میشم. تو هستی زلیخا؟ روزی من بودم، اکنون همه تویی. زلیخایی در میان نیست. نمیپرسی آن همه ثروت و مهنتم چه شد؟ میدانم همه در راه یوسف صرف شد. نمیپرسیان همه جاه و جلالم کجا رفت؟ شنیدم همه را در راه من فنا کرده ای. نمیپرسیان همه زیبایی و جمال چگونه زایل شد؟ درد عشق جانسوز است و تنگ و داست. حال بگو ببینم آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ آن عشق هنوز پا برجاست. با تمام وجود آن را پروریده، درون سینه محفوظ داشتم. مرا ببخش اگر از تو بیخبر بودم. اراده او که فوق اراده هاست مرا بی خبر گذاشت. قصور از من نیست. این تو هستی که با من این گونه ملاتفت میکنی؟ نه، این حق است که با تو این گونه عنایت میکنم.
اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی. بگو از من چه میخواهی؟ چه آرزو کنم که ندارم؟ محبوب میخواستم که در کنار من است. معبود میخواهم که در محضر او هستم. تنها یک آرزو دارم، دیدار یوسف. آن هم دیده بینا میخواهد که من ندارم. اگر معشوق را توان بینا کردن دیده تو نیست، معبود را که هست. تو از معبود بخواه، من نیز دعا میکنم. اگر مشیت او باشد دیده تو بینا میشه. پروردگارا، بر دیدگان این بنده ملتمس نوری فرست، به همان گونه که دل او را به نور ایمان منور کرده ای، دیده او را نیز روشن گردان. چه کردی یا نبی؟ من شما را میبینم، من میبینم، من میبینم. درست نگاه کن، همه را میبینی؟ من فقط شما را میبینم، یعنی نمیخواهم جز شما را ببینم. از او خواسته بودم تا دیدگان بی‌فروغم را بینا کند. یک بار دیگر یوسفم را ببینم و بمیرم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم. ای اشکهای گرم و مزاحم، از من چه میخواهید؟ بگذارید در این لحظات آخر عمر یوسفم را خوب ببینم. نگران نباش صدیقا، اراده خداوند بر این قرار گرفته که تو را عمری دوباره عنایت کند تا سالهای طولانی رنج و انتظار بدین سان جبران شد.
عنایت خدا من رو میبینید؟ باور میکنید؟ زلیخا بینا شده؟ چرا که نه؟ وقتی پیامبری دعا کند خداوند عالمیان اجابت میکند. روشنایی دیده کمترین معجزه است. شما چقدر پیر و شکسته شد. همه عمر خود را به پای من گذاشتید. بانو من شما را میبینم، من شما را میبینم. یا شما هم لطف و عنایت پروردگار را میبینید؟ من باید چه کنم یا نمیم؟ چگونه سپاسگزاری کنم؟ آیا سجده کنم کافی است؟ آری، سجده شکر به جای آور که زیباترین تجلی بندگی سجده است. کاهنان معبد آمون چه میبینند؟ آیا هنوز هم تردید دارید؟ من چیزی نمیبینم. لحظه پیش تو مرا زیرک خواندی، پس اونقدر احمق نیستم که این گونه بازی ها را باور کنم. عمری نیرنگ بازی و دروغ پردازی شما را کر و گنگ و کور کرده است و هیچگاه از گمراهی خود بر نمیگردی. باور کردن چه چیز احمقانه است؟ قدرت آتون خدای یکتا یا بینا شدن زلیخا؟ من در هر دو تردید دارم. اصلا باور ندارم که پیش از این زلیخا نابینا بوده باشد. نابینایی زلیخا شهره شهر است، تردید ندارم. اینک من در بینایی شما شد. در نابینا بودن زلیخا تردید دارید؟ مانعی نیست. آیا باور داری که او فرتوت و پژمرده شده است؟ اگر او جوان و زیبا شود ایمان می آوری؟ خب معلوم است، اما به شما اطمینان می‌دهم اگر مردگان حیات یافتند و ظلمت نور شد، زلیخا هم جوان می‌شود. Thank you.
خب آنخ ماهو، زلیخا هم جوان شد. میدانستم قلبی که هزاران نفر از بندگان خدا را به سوی کفر و شرک و بت‌پرستی سوق داده، هیچگاه به نور هدایت منور نمی‌گردد. هنوز هم نمی‌خواهی به خدای یوزارسیب ایمان بیاوری؟ باز هم می‌خواهی از آمون زبون پیروی کنی؟ من به سوی یوزارسیب می‌روم. من دیگر نمیخواهم از پیروان آمون باشم. آیا نبی خدا مرا میپذیرد؟ خوش آمدی خفو، خوش آمدی. آینه این باور کردنی نیست. خدا چنین عنایتی به کسی نمی کند. خدا تو را خیلی دوست دارد زلیخا. شکر کرد که چشمانتان بینا شده. خوشحالم که باز هم زیبا و جوان شده. من در گذشته نیست دیدگان بینا و چهره زیبا داشتم، اما آن زمان خالق آن را نمی شناختم. از خداوند سپاس گذارم که این بنده خطاکار را مورد عنایت قرار داد. بانو، جناب یوزارسیف در پشت در هستند. ظاهرن قصد دیدار بانو زلیخا را دارند. نه نه، اکنون نه. از ایشان پوزش بخواهید و فعلا مرا معذور بدارید. اگر اجازه بفرمایید میخواهم چند روزی را با خدای خود تنها باشم. نمیخواهم جز خدا به هیچ چیز دیگری فکر کنم. متوجه نمیشم دلیل این اکراه چیست؟ نمیدانم چه اتفاقی افتاده، فقط میدانم که فعلا دیدار ایشان برایم مقدور نیست.
از جانب من